سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. 300 روز بعد از اتفاقات فلسطین دوباره توجه ها به آسمان فلسطین اشغالی هست. بسیاری منتظر هستن ببینن که چه چیزی در پیش هست و از کدام سو قرار هست اتفاقاتی رخ بده. ما در 24 ساعت گذشته اخبار قابل تأملی داشتیم. دو تا نظامی آمریکایی در عراق کشته شدن. خود آمریکایی ها هنوز توضیحی در خصوصش ندارن. یک پهباد آمریکایی در یمن ساقط شده، یک پهباد چند ده میلیون دلاری که فیلمش رو هم یمنی ها منتشر کردن و باز آمریکایی ها در خصوصش پاسخی ندارن. عکسی منتشر شده، دیشب برای شما منتشر کردم، از تلویزیون های رژیم صهیونیستی که امروز پربازی ترین صحنه در تلویزیون های رژیم صهیونیستی تصویری سیاه و پخش زنده هست از آسمون فلسطین که به شهرک نشین ها توضیح می دهد که بلا از کدام سو قرار هست نازل بشود. یک نکته مهم خدمت شما عرض بکنم، این نکته رو در ذهنتون داشته باشید. بزرگترین اشتباهی که صهیونیست ها در حال حاضر در ذهنشون دارن این هست که دارن به این فکر میکنن که وقتی ایران حمله کرد قرار هست کیفیت حمله به چه شکل باشه. اگر شما هم سوال اصلیتون اینه، باید خدمت شما عرض بکنم که شما هم در یک اشتباه خیلی مهم هستین و ذهن شما به سوی مسئله‌ای که در حال حاضر چیزی مهمتر از آن هم وجود دارد جلب شده. ساده میکنم ماجرا رو برای شما. مسئله اصلا حمله به رژیم صهیونیستی نیست. حمله به رژیم صهیونیستی یک بحث، اتفاقاتی که بعد از این حمله رخ خواهد داد بحث دیگر. یعنی چی؟ به زبون خلاصه اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم، بعد از حمله ایران به رژیم صهیونیستی مجموعی از اتفاقات روی میز قرار خواهد گرفت به جهت پایان دادن جنگ غزه که اینها با همه توان و با همه کیفیت و با همه وجود خواهد بود و به این سمت هم خواهد رفت که ببینیم رژیم جنگ زمینی رو خواهد پذیرفت یا نه. آقا کل فلسطین اشغالی رسیدن به مهمترین بخشش برای من یه عملیات فتح خرمشهره، یه عملیات فتح خرمشهره. 300 روزه اینها دارن رجز میخوانن برای مقاومت لبنان، درگیر نشده با مقاومت لبنان. 1200 تانکش تو غزه زدن. میفهمه اگر قرار باشه وارد جنگ زمینی بشود، فتح خرمشهری که ایران داره مطرح میکنه یعنی چی؟ ایرانی ها بچه های محور مقاومت و آنهایی که ثانیه شماری میکنن ببینن آیا این جنگ زمینی خواهد شد یا نه، برای محقق کردن یک اتفاق تاریخی و قدم گذاشتن تا آنجایی و آن نقطه‌ای که رژیم در تصورش هم نمی گنجه، برنامه هایی دارن که عالم را شگفت زده خواهد کرد. کمی صبور باشید، اتفاقات پیش رو دنیا را متحیر از مدل جنگیدن ما خواهد کرد. ما برنامه هایی در ذهن داریم و چیزهایی را دیدیم که خیلی ها تصورش را نمی کنن. اجازه بدید خدمت شما عرض بکنم، امروز مقام اردنی وزیر امور خارجه اردن به ایران آمد به جهت اینکه دیداری داشته باشه با مقامات ایران که تصویرش رو دارید روی صحبت‌های من مشاهده می‌کنید. در 48 ساعت گذشته بارها و بارها با ایران تماس گرفته شده از سوی کشورهای مختلف. اردنی‌ها دو بار تماس گرفتن، بعضی‌ها گفتن پیام‌های مختلفی برای ایران آوردن، هم پیام از طرف خودشون آوردن هم پیام از طرف رژیم صهیونیستی آوردن. تو این پیام‌ها اومدن گفتن آقا تمومه، اصلا شما داداش بی‌خیال شو، هم جنگ غزه رو تموم می‌کنیم، هم دستبوس شما هستیم، هم کلی ارتباطات مشی قراره با هم دیگه داشته باشیم. بعضیا گفتن نه این شکلی نبوده، اینا اومدن روی ماهمون رو ببینن و برن. بعضیا گفتن ایران پیام هایی داده، به خود اردن پیام هایی داده، گفته آقا داستان میتواند طوری باشد که تصورش رو نکنی. این نکته داره که من دارم میگم. ما صبر بکنید، الان شرحی از اتفاقاتی که میخواد بیفته برای شما خواهم داد که این جمله که گفتم کمی روشن بشه. و به رژیم هم پیام هایی داده ایران و توضیح داده که ما برای تنبیه رژیم صهیونیستی و برای مجازات میهمانکش برنامه داریم، هزینه‌ش هم هر چی میخواد باشه باشه، ولو اینکه مسئله ورود به یک جنگ باشه. اون وقت ما حرفایی خواهیم زد که بعد دنیا بفهمه تحمیل جنگ به ایران یعنی چی. اردنی ها بعد از اینکه در ایران حضور پیدا کردن به این اشاره کردن که نه ما اصلا پیام از طرف کسی نیاورده بودیم، صرفا اومده بودیم خود ایرانی ها رو ببینیم، بعد باشون احوال پرسی بکنیم و بهشون توضیح بدیم که درباره مسئله جنگ غزه به اصطلاح خودمون باید تلاشای انجام داد که این جنگ به پایان برسه. ببین من ماجرا رو براتون ساده میکنم. همه اینها الان حرفی که به سوی ایران خواهند آورد اینه که آقا شما درگیر نشو، ما جنگ غزه رو تموم میکنیم میره. و چیزی که ایران در این مرحله میفهمه اینه که اصلا اینا دو تا بحثه. یک بحث حمله تو هست به خاک کشور من. خیلی رسانه‌های معتبر دنیا دروغ‌هایی ساختن به جهت اینکه بگن این بمبگذاری صورت گرفته. علت میدونی چیه؟ میخواد ماجرا رو امنیتی جلوه بده. بیانیه سوم سپاه پاسداران دیروز میگه تو حمله کردی، از یه پرتابه‌ای شلیک شده به داخل. یعنی چی؟ یعنی تو حمله نظامی کردی.
پس من حمله نظامی میخوام بکنم. من برنامه‌ام حمله نظامی. اینها نکاتی از درباره اتفاقات امروز بعد به شما میگفتم. چند تا مسئله باید برش تاکید بکنم که بفهمیم ایران دقیقاً چه در ذهن داره. آن چیزی که روی میز هست برای ایران اینه که به هر شکل ممکن تلاش بکنه رژیم در حوزه تهاجمی، در حوزه حمله فلج بشود. اگر ما یک روزی دغدغه‌مون این بود که پرتابه‌ها به فلسطین اشغالی به یکی دو تا هدف برسه و اینها پیامی رو دریافت کنن، الان این شکلی نیست. برنامه ویژه ایران این هست در حمله‌ای که انجام میده به هر شکل ممکن توان تهاجمی رژیم صهیونیستی عقیم بشود. رژیم با توان تهاجمی خودش از خط قرمزها عبور کرده، هزینه‌ای که باید پرداخت بکنه این هست که این بخش از توانش از سوی ایران زیر ضربه بره. هیچ خط قرمزی در حمله پیش رو از سوی ایران و محور مقاومت رعایت نخواهد شد. مرحله بعد از حمله همانطور که خدمت شما عرض کردم تلاش حد اکثری خواهد بود به جهت اینکه جنگ غزه پایان داده بشه و این تلاش نه از سوی ایران که از سوی همه محور مقاومت خواهد بود. در حال حاضر هم مهمترین مسئله برای ایران این هست که طرف مقابل با این ابهام جدی روبرو باشه که ایران دقیقاً چه برنامه‌ای داره. هیچ سوالی رو صهیونیست‌ها در خصوص مدل حمله ایران، مدل کاری که میخواد انجام بده، هنوز نتونستن بهش پاسخ بدن و این فشار روانی که در حال حاضر بر اونها هست پیرامون طراحی عملیاتی که ایران انجام داده که اطلاعات تقریباً هیچی اینها ازش ندارن مهمترین چیزی هست که ایران برش در حال حاضر تمرکز داشته. من دو سه تا نکته خدمت شما عرض بکنم ببینیم که با چه چیزی روبرو خواهیم بود در عملیات پیش رو. سرکوب پدافند هوایی طرف غربی که ایستاده به جهت دفاع از رژیم صهیونیستی بخشی از اولویت‌های ایرانه، بخشی از اولویت‌های جدی محور مقاومت، به این جهت که ما برداشتمون این هست اینا ممکنه بعدش دوباره غلطی انجام بدن. من میخوام سامانهای پدافندی در میدان نباشد، چه اونایی که تو آسمونه، چه اونایی که تو دریاست، چه اونایی که روی زمینه، که بعدش اگر خواستی غلطی انجام بدی دست من برای پاسخ به تو باسر باشه. این بخشی از ماجرا هست که قطعا ما در درگیری های پیش رو ممکن هست باش روبرو بشویم. در خصوص عملیاتی هم که در آسمان ها علیه رژیم صهیونیستی تعریف خواهد شد دو سه تا نکته خدمت شما عرض بکنم. موشک های ایران تا تل‌آویو و حیفا فقط 1000 کیلومتر فاصله دارن. موشک هایی که از یمن پرتاب خواهند شد به سمت تل‌آویو و حیفا 1900 کیلومتر، 1850 کیلومتر فاصله دارن. موشک هایی که از سوی مقاومت لبنان ممکن هست به پرواز در بیان و عملیات انجام بدن چیزی در حدود 125 کیلومتر با تل‌آویو، 45 کیلومتر با حیفا فاصله دارن. عملیاتی که ممکن هست از سوریه تعریف شود 100 و نهایتاً 165 کیلومتر از حیفا و تل‌آویو فاصله خواهد داشت و عراقی ها آن چیزی که برای زدن رژیم نیاز دارن یک فاصله 750 کیلومتری تا تل‌آویو و یک فاصله 690 کیلومتری تا حیفا خواهد بود. این عملیات ممکن هست شاهد زیر ضربه رفتن زیر ساخت های رژیم، مراکز نظامی رژیم، مراکز مربوط به بخش پدافندی و چیزهای از این دست باشه و بعد از آن به یاری حضرت الله تلاش های ویژه‌ای برای پایان دادن به جنگ غزه تازه آغاز خواهد شد به شکلی و با شدتی بسیار بالا و ثانیه شماری هم خواهند کرد همه آنهایی که بخشی از ماجرای بعد از حمله ایران خواهند بود، چون یک شدت مجازاتی هست و بعدش تازه بازی ایران و محور مقاومت آغاز میشه. در اون مرحله همه کسانی که دارن تحریزی بعد از حمله رو انجام میدن در دستور کار دارن که لحظه به لحظه شدت ضربه بر رژیم صهیونیستی بره بالاتر اگر رژیم دوست داشت بیاد به سمت گزینه درگیری زمینی. آن وقت توضیح خواهیم داد که بعد از چیزی در حدود چند ده سال که عملیات فتح خرمشهر رو انجام دادیم در یک منطقه تقریبا به همین وسط که مهمترین نقطه رژیم صهیونیستی و خاص‌ترین مناطقش دقیقا همین وسطه یه همچین عملیاتی میطلبه. توضیح خواهیم داد که این عملیات رو به چه شکلی، با چه کیفیتی، با چه ظرفیتی انجام خواهیم داد. بعد دنیا متوجه خواهد شد که ما تا امروز چقدر نجیبانه برخورد کردیم و چقدر در مقابل این سلاخ‌های بی پدر بی مادر صبوری به خرج دادیم. اجازه بدید از اینها عبور بکنیم. من صرفاً کیفیت آن چیزی که درباره این حمله حد زده میشه از سوی رسانه‌ها برای شما دوستان عزیز توضیح دادم، اما وال استریت ژورنال امروز اعلام کرده تهران به دیپلمات‌های کشورهای عربی گفته که ایران اهمیتی نمی‌دهد که پاسخ نظامی علیه اسرائیل باعث جنگ گردد یا نه. تهران تاکنون به هیچ یک از پیام‌های
ایالات متحده و درخواست‌های کشورهای میانجی مبنی بر تعدیل واکنش‌های نظامی علیه رژیم سلاخ صهیونیستی پاسخ مثبت نداده است. اما درباره اتفاقاتی که داره رخ میده، من خدمت شما عرض بکنم ارتش رژیم صهیونیستی سیستم هشدار امنیتی رو از طریق شبکه‌های تلفن همراه در سرزمین‌های اشغالی فعال کرده. در مسیریاب‌ها در فلسطین اشغالی اختلال ویژه‌ای ایجاد شده است. اسرائیل هیون گزارشی کار کرده درباره موشک‌های پیشرفته بالستیک ایران و گفته اینها از سد پدافندی رژیم میتوانند عبور بکنند و چالش برانگیز بشوند. یکی از مقامات بلندپایه رژیم صهیونیستی مصاحبه کرده، گفته کنترل اوضاع را به سبب وجود یک نخست وزیر ضعیف از دست داده. نتانیاهو یک نشست مشاوره‌ای برگزار کرده درباره سناریوهای واکنش ایران و مقاومت لبنان که بررسی بکنند چه چیزهایی داره اتفاق میفته. مقاومت عراق امروز مقاماتش در بیانیه‌ای به طور رسمی به این مسئله اشاره کردن که ما از جنایتکاران انتقام خواهیم گرفت. این داره یادآوری میکنه که مقاومت عراق بخشی از عملیات خواهد بود و اتفاقا به نظر من مهمترین بخش رو که بگذارید ازش عبور بکنیم، در روزهای پیش رو خواهیم دید به یاری حضرت الله مقاومت عراق انجام خواهد داد. گزارشی رو وال استریت ژورنال کار کرده، گفته سربازان اسرائیل از جنگ طولانی غزه خسته و فرسوده شدند و این امر گزینه‌های اسرائیل را در جنگ با مقاومت لبنان محدود کرده. یه عکسی رو منتشر کردن از یکی از نظامیان صهیون که این خدمه تانک بوده، دستاشو از دست داده، پاهاش رو از دست داده، جراحتی یکی از چشماش داره و حالا خودش فعلا در قید حیاته. بسیاری از نظامیهای رژیم صهیونیستی به لحاظ جراحت در وضعیت مشابه هستن. بذارید من یه عکس به شما نشون بدم. ببینید این عکسی که دارید مشاهده میکنید مربوط به یکی از یگانهای رژیم صهیونیستیه که این یگان در غزه قرار بود ماموریت انجام بده، 8208. ببین همه اونایی که خاکستریان و رو عکس دارید میبینید اینا در غزه کشته شدن. از کل آدمایی که در عکس دارید میبینید یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر زنده هستن که اینا هم دچار جراحت شدن. این بلا سرشون اومده و اینا دارن انکار میکنن، اینا دارن حقیقت رو انکار میکنن. و البته وقتی میدان بخواهد دشمنان ما را درگیر خود بکند، انکار حقیقت و بازی رسانه‌ای و چیزهای از این دست به اینها کمکی نخواهد کرد و دنیا شاهد اتفاقات ویژه‌تری خواهد بود. بریم ادامه اتفاقات رو بررسی بکنیم. یک واکنش از سوی یک اکانت فارسی زبان در فضای عبری زبان خیلی مورد توجه قرار گرفته. توییت حساب ایران به عبری در پاسخ به اردنی‌ها خیلی مورد توجه قرار گرفته، گفته پاسخ ما به تمام پیام‌های شما این است: نبرد غزه را خودمان تمام می‌کنیم. من نمیدونم که این اکانت به اصطلاح خودمون وابستگی به جایی داره یا نه، ولی به هر حال خیلی توییتش مورد توجه قرار گرفته و خدمت شما عرض کردم اصلا داستان ما بعد از این حملات تازه شروع میشه. ما مسئلهمون مسئله حمله به رژیم صهیونیستی و مسئله از این دست نیست. این که اصلا باید انجام بشه، این وظیفه ماست، باید انجام بشه. مهمان رو زدی در خانه ما کشی، باید پاسخ بدی. اصل داستان بدون تعارف ما تازه بعد از پاسخی که ایران به میهمان کشی خواهد داد آغاز خواهد شد. بریم ادامه اتفاقات رو با هم بررسی بکنیم. کاخ سفید ادعای سفر هیئت آمریکایی به تهران رو رد کرده. کویتی ها اومدن گفتن آمریکایی ها یک هیئتی رو به ایران فرستادن، یه لیست 10 نفره هم به ایران دادن، گفتن آقا اینا اونایی ان که تو این عملیات ترور شرکت داشتن، بعضیاشون عناصر موسادن، بگیر هر کاری میخوای بکن، دیدی ما لیست رو بهت دادیم، ما صداقت داریم، بی خیال رژیم صهیونیستی شو، این جنگم تمومش میکنیم میره. حرفای از این دست رو دارن مطرح میکنن که به طور رسمی هم از سوی طرف آمریکایی تکذیب شده است، هم به اصطلاح خودمون اصلا طنز بودن ماجرا از ابتدا که مطرح شد مشخص بود. انصار الله یمن پیامی رو منتشر کرده، اشاره کرده به اینکه حمله تلافی جویانه علیه اسرائیل از تمام محورهای مقاومت صورت خواهد گرفت. اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها باید مسئولیت گسترش رویارویی و تقابل را بر عهده بگیرن. ملت‌های عرب و مسلمان آماده مبارزه هستند. حمله تلافی جویانه علیه اسرائیل به خاطر ترور فرمانده فلسطینی و لبنانی از تمامی محورها صورت خواهد گرفت. لازم هست خدمت شما عرض بکنم 5 کشور دیگر هم خواستار خروج شهروندان خودشون از لبنان شدند. عربستان سعودی از جمله این کشورها هست. از فلسطین اشغالی هم کانادایی ها درخواست کردن شهروندانشون خارج بشن. آمریکایی ها پیامی فرستادن برای شهروندانشون در لبنان، گفتن هر کسی که اونجا هست خارج بشه، کسی هم نمیتونه خارج بشه، با سفارت تماس بگیره، بهش وام میدیم بره خودشو به یه جایی برسونه و ادامه داستان ها. اینا یقین دارن که چیزی تحت عنوان مماشات و مراعات حرفای از این دست از سوی ایران و محور مقاومت نخواهد بود. اینها آماده خواهند شد برای یک جنگ تمام عیار و رژیم و حامیانش اگر جرأت بکنن در مرحله بعدی به این بازی ادامه بدهند، شگفت زده خواهند شد به شکلی که خیلی ها تصورش را نداشته باشد. لازم هست خدمت شما عرض بکنم مقامات آمریکایی به مانند گذشته، اگر یادتون باشه وقتی که حمله شد به سفارت ایران، اینا همه دونه دونه شروع کردن، اول به ایران پیام دادن، بعد که مطمئن شدن ایران ضربه میخواد بزنه
همه راه افتادن رفتن فلسطین اشغالی جلسه گذاشتن. فرمانده سنتکام به فلسطین اشغالی رفته، از مقامات رژیم صهیونیستی برخی دیگر هم به فلسطین اشغالی رفتن. یک گزارش از فلسطین اشغالی منتشر شده که یک خبرنگاری داره توضیح میده وضعیت رو، میگه همه در ترس و وحشت هستن، منتظرن ببینن ایران چه بلایی میخواد سرشون بیاره. الجزیره گزارش رو کار کرده، تاکید کرده بر اینکه ایران به همه میانجیگرها توضیح داده که این عملیات رو انجام خواهد داد، فارغ از اینکه چه هزینه‌ای داشته باشه و حتی اگر به یک جنگ بخواد منجر بشه. گزارشی رو شبکه 12 رژیم صهیونیستی کار کرده، توضیح داده که متأثر از اختلال پروازها 100 هزار شهروند صهیون در حال حاضر خارج از این کشور سرگردان هستند. آن چیزی هم که ایران به میانجیگرها گفته، به طور خلاصه خدمت شما عرض بکنم، این هست که پذیرش عدم پاسخ، این که از من میخواید پاسخ ندم و پاسخ نمادین بدم، دور از ذهنه و هر گونه پاسخ از سوی ایران تند و دردناک خواهد بود. ما امروز از سوی فلسطین اشغالی، از سوی غزه، شاهد شلیک موشک به اطراف بودیم. من احساس میکنم که این موشک هایی که داره شلیک میشه، داستانهایی رو داره و اهدافی رو داره که به یاری خدا بعد از حمله اخیر ایران، حمله که در پیش باشد، بیشتر میتونیم درباره‌اش صحبت بکنیم. و مصاحبه از لیبرمن منتشر شده، وزیر جنگ سابق رژیم، گفته هر بار که از حماس کسی رو ترور میکنیم اینها قدرتمندتر میشن. ببین همه این حرفایی که داریم میشنویم رگه هایی هست از این که اینا به غلط کردن افتادن پیرامون تروری که انجام دادن. بعضیاشون صریح دارن میگن، بعضیاشون در لفافه. از غزه فیلم های منتشر شده، رزمندگان فلسطینی شلیک هایی داشتن، تکتیر اندازهاشون به سمت صهیونیست‌ها، اینها رو هدیه کردن به روح شهید اسماعیل هنیه. فیلمی در تلویزیون رژیم صهیونیستی منتشر شده، نقشه ای هست از بحرین، امارات، عربستان سعودی، اردن و مصر. گفته اینا به ما کمک خواهند کرد، اگر پرتابه بیاد در مقابلش ما مورد حفاظت قرار بگیریم. اینها ممکن هست بخشی از داستان باشه، اینکه کشورهای تلاش بکنن رژیم رو حفظش بکنن. به یاری حضرت الله، ایران با کمک خدای خودش، با توکل به خدای خودش کاری خواهد کرد که همه کشورهایی که در این ماجرا بخوان بخشی از دفاع باشن. چون فردا به من حمله بشه، شما قرار دفاع بکنید. هر کسی از خاک خودش، از ظرفیت خودش علیه ما در این حمله استفاده بشه، پدافندی بخواد اونجا کار بکنه، آمریکایی بخواد اونجا کار بکنه، پاسخی خواهد گرفت که در تاریخ به ثبت خواهد رسید. من طولانی‌ترش نمی کنم. اگر نکته چیزی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین. جاشن صغیر فراموش نشه، دعا برای مقاومت فراموش نشه، برای عزیزانی که قرار هست به پرواز در بیان، برن به سمت اهدافی، حالا ما نمیدونیم کی قرار هست این سفرشون رو انجام بدن، برای اینها دعا بکنید که به یاری حضرت الله و به دعای خیر شما عزیزان اتفاقات بسیار مهمی در پیش خواهد بود. طولانی ترش نمی کنم. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.